جلسه تنتنوی به خاطر 27مین سالگرد تشکیل یابی کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در جمهوری تاجیکستان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. سردار ریاست کمیته حالات های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پالکوونیک نعیم میراکوف نمای تبریکاتی معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فایزوف را به سمع اشتراکداران رسانید. در آن بابت رسالت فرزندان شجاع وطن در حفظ و نجات جان انسان سخن رفته، راجع به پیشگیری و خوف آفات‌های طبیعی و تکنوگنی دیگر مشکلاتی که در جریان فعالیت کارمندان ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی با آن مواجه می‌آیند ابراز نظر گردید. پالکوونیک سلطان نظر خالق نظرف سابق داری سوها از خصوصی فعالیت نجات دهندگان ولایت برآمد نموده، ابراز داشت که در وضع امروزی جهان هر گونه آفات‌های طبیعی و تکنوگنی دائم تهدید نموده می‌سازد که کارمندان کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی همه وقت در حالت آماده باش قرار داشته باشند. سالهای پیش در فعالیت این ساختار یادآوری نموده بابت این کسب پر افتخار و مسئولیت طلب برای اشتراکداران معلومات منظور نمود. در برابر فعالیت ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان سهم دیگر ساختارها به مانند اگنتی آغاخان اوید به مکان زیست نیست در سمت بردن کارهای نجاتی و گذراندن مشق‌های عملی تاکتیکی مهم ارزیابی گردیدند. ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از شعبه و بخش ها عبارت بوده در شهر و نواحی ولایت فعالیت شبانه روزی را براهمونده ایستادند. با صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان این کمیته حالات فوق‌العاده و زیر ساختارهای آن با تکنیکا و تجهیزات معاصر تامین گردیده، امروز در اختیار آنها سه تکنیکای مخصوص جهازانیده شده برای فعالیت پرثمر گذاشته شدند. در کمیته فوق‌العاده و مدافع گرجدانی که امروز کار فعالیت میبریم، امروز بهترین نجات دهندگان کسبی فعالیت می نمایند که کارمندان با سه ماشینه مخصوص تکنیکی یعنی جهازانیده شدند که در تمام کارهای جستجوی نجاتی کار فعالیت یعنی تجهیزات استفاده می برند. اینچنین دیگر بهترین ورزشگران امروز فعالیت نموده استودن که در برابر نجات دادن جان انسان در تمام مسابقه های جمهوری و سطح بین المللی هم گفته میتونن که اشتراک کرده استودن. سهم کارمندان حالات فوق‌العاده این پیشگیری است. در پیشگیری کردن حالات فوق‌العاده در ما از مرکز تعلیمی برای آموزاندن طالب علمان در کودکستان ها در مکتب ها اینچنین دیگر خدمات ها و زیر نظام های حدودی نظام یگانه که در تمام اداره و مؤسسه ها امروز فعالیت نموده استودن یعنی سمینار و مشورت ها و ترینینگ ها گذانده میشن برای پس کردن کوهش دودن حالات فوق‌العاده. اشتراک کارمندان ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در گذراندن مشق‌های عملی تاکتیکی که به پیشگیری از احتمالیت خطر آفات طبیعی بخشیده می‌شوند نظر رس می‌باشد. شرکت هیئت شخصی در مسابقه‌های ورزشی در سطح جمهوری و بیرون از آن دستاورد بزرگ در برابر فعالیت نجات‌دهی به حساب می‌رود. وظیفه اساسی کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این یعنی پیشکی در زمان آسایشته به نقشه گرفتن و گذراندن چهارمین‌ها برای حفظ اهالی و اقتصادیات جمهوری می باشد. از طرف ریاست کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان مشق و تمرین ها یعنی مشق های مکمل و مشق های فرمانده استادی با جلب زیر نظام های حدودی زینوی و نظام یگانه اوید به پیشگیری و رفع آلت های فوق‌العاده و جلب اهالی یعنی مشق ها گذرانده می شوند. هدف از گذرانیدن چنین مشق ها یعنی آموزش اهالی و آماده نمودن اهالی باری برطرف نمودن عاقبت های آفت های طبیعی می باشد. چون همگان اطلاع دارند امروز ها تحلیل ها نشان داده استودند که رویدادهای آفت های طبیعی در سراسر جهان یعنی روی به افزایش نهاده استودند و تا جایی که
خسارات زیاد مادی و تلفات جانی را به بار آورده ایستادند و مز نهاد ضرور است که یعنی بحر پیشگیری و کم کردن خطر آفات طبیعی یعنی استادگری نماید و چون این نهاد کمیته آلات فوق العاده و مدافع گردانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که یعنی برای پیشگیری و کاهش دادن آفات طبیعی همه روزه یعنی استادگری می کند. فعالیت ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سمت پیشگیری از بیماری سرایتی کووید 19 نیز با دیگر ساختارهای مربوطه نظر است بوده در دوره خروج این بیماری کارمندان ریاست تمام کوشش توان خود را بهر نجات شهروندان روانه نمودند در دوام فعالیت بیش از 20 ساله خود کمیته حالت‌های فوق‌العاده به بسیار دستاوردهای نظر است نایل گردید با پاشخوری دولت شوروی در تاریخ ملت تاجیک دولتی صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیاوی و یگانه 9 سپتامبر سال 1991 بنیاد گردید. در این دوره با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان 17 آگوست سال 1994 تحت رقم 400 کمیته اوید به حالت‌های فوق‌العاده و کارهای مدافع گرجدنی نزد شورای وزیران جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت. مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ایولی سال 1999 وزارت حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت. رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تقاضا می‌گردد که در اجرای رسالت خود یعنی حفظ اهالی و محیط زیست این چنین امداد و نجات مردم از هر گونه حالت های احتمالی همیشه در حالت آماده باش قرار داشته با رعایت قطعی انتظام آیین‌نامه‌ای و تکمیل مهارت و ملکه کسبی خیش در خدمت خلق و وطن باشد. دستاوردهای کارمندان این نهاد را وادار می‌سازد که با خلاصه و تحلیل از چنین نتیجه‌های فعالیت منبعدار را باز هم پرزور نموده بهر اجرای رسالت تاریخی خود در نزد اهالی و جامعه کوشش بیشتر را به خرج دهند.